روشن همکن سیاوشن از خون سیاوشن همکن سیاوشن از جامع سفید آلم هر جامع دمه پوشن از جامع سفید آلم هر جامع دمه پوشن هم ساری از سالم هم آتشی زردوشن هم ساری از سالم هم آتشی زردوشن ما آتشی زردوشتیم ما کشتن همه کشتیم ما آتشی زردوشتیم ما کشتن همه کشتیم ما هم کوی خارایم دیوار بخارایم ما هم کوی بر ما نظر کن آرهیم زین گمراهی دوست آوال سار دستم بگیر و تایم کن براهی دوست آوال سار یا لابه کن یا مدربه یا همراهی نگو سلام بگو برو نگو شعر بگو سرود نگو شد بگو سپاس ولی مقصد اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به سونشون نمیدن ببین گربه من و به حسین و علی شدن نماد و ایثار عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار سباب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده ها تقسیم و توربین به تاریخ 7000 ساله ما می نویسم از برومم از سقوط حد بزار سال بیگانه در ایران است بیگانه در ایران با پیرو به زر کشتی از کوروش و آن پشتی برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن بیگانه در ایران است بیگانه در ایران بیزارم از دین شما نفرین به آهین شما از دین پیشانی ها دلهای سنگین شما امیران سپاه شام سرداران خون آشام شما را مردگانی زنده میبینم خدایان شما را بنده میبینم چه شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم که روی پوشیده از شهر میگذرد از غبار راه پوشیدم. درود بر مهمان یاران گرامی در سراسر سر جهان هر کجا که هستید به خوشنودی اهورامزدا و اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی با شما باد با شما هست شما بایش نیستید شما خیلی دیگه خیلی ما را عصبانی کردید شما گلهای این سرزمین آریایی داره پرپر میشه ای میره تو دست و پا له میشه دست و پا این احمقای خوک آخوند و شیخ و ملا و شما ستم پذیرا کی میخواییم به خودتون بیاین ای ملت ستم پذیر پادشاه میگفت اکثریت خاموش خاموش و ستم پذیر پدر و مادرتون رو در میارن بچه هاتون رو سلاخی میکنن میکشن
امروز؟ دیروز؟ نیکا؟ مجید رهنورد؟ مهسا امینی؟ شکاری؟ کیان؟ 9 ساله؟ امروز؟ نوید افکاری؟ قبل اون توی 43 سال چقدر قتل عام کردن و شما خاموش نشستید؟ ستم پذیر فرزند کش، کودک کش، شما کودک کشید. کودکاتون، فرزندانتون با چه عشق و علاقه و شوری بزرگ میکنید. این رژیم میزنه میکشه، همین رژیم رو میگن که 43 ساله. سعد ابن ابی وقاص نمیگم، از خالد ابن ولید نمیگم، از ستمهای تازیان نمیگم، از همین 43 سال پیش بهترین عمرای ارتش، خلبانها، افسرها، جوانان سلحشور، 120 هزار نفر جوان سلحشور رو از 9-12 سالگی بگید و بالا کشتن. تمرگیدید اونجا، تمرگیدید. هیچ ملتی به بیغیرتی و بیشرفی نسل خاموش و بیشرف و ستمپذیر سرزمین آریایی ایران نیست. شما برای دشمنان خودتون، قاتلین خودتون، خودتو، باباتو، مامانتو تجاوز کردن بهشون، طلا میدین، پول میریزین، خرج میکنین، چکار میکنین، به سر میزنین، به گردن میزنین، به بدبخت ها. اینا به شما چه؟ ببین کی بودن اینا رو برات مقدس کردن، مقدسات خودتو نابود کردن و چیزهای باطل رو برات مقدس کردن و تو نمیفهمی. پروفسوری، دانشگاهی هستی، پزشکی، مهندسی، هر کی میخوای باش، شوفر تاکسی از شما بهتر میفهم. الان قبلا میخواستم بگیم شوفر تاکسی اون حمال از شما بهتر میفهمه. حمال میدونی که این کولبران عزیز ما هستن، کولبران عزیز ما، همشون تحصیل کرده، همشون دانا، دانشمند، حاضر نیستن خودشون رو بفروشن، میرن حمالی میکنن. امروز حمالان ما، کارتون خواب های ما از شما دکتر و مهندس و استاد دانشگاه ایرانشون رو بیشتر دوست دارن و بیشتر به ایران میاندیشند. برو ببین، عکس ها دیدم که کارتون خواب جدول حل میکرد، عکس ها دیدم که کارتون خواب نانی که بهش داده بودن با فرزند کوچه تقسیمش میکرد. او سطلای آشغالتون پر میشه از این مهمونی ها، فلان اینا، رقص اینا میکنین و داخلی سلام علیکم، قربان، خوش آمدین. بدبختا تاریخ میهن خودتون رو نمیدونید، تاریخ سرزمین خودتون رو نمیدونید. امروز همین شعار رو میدن همه. من دقت کردم، چند هفته تحقیق کردم، رفتم همه خونه ها رو در زدم، دیدم همه حرکت های سیاسی از چپ گرفته تا راست گرفته، از لایک گرفته تا سکولار گرفته، از ملیگرا گرفته تا هر کی بخوای، میگه ما سرزمینمون رو از بیگانه پس میگیریم، ما بیگانه را از سرزمین خود بیرون میکنیم، بیگانه و باند مافیایی بیگانه بر ایران حاکمه. خب بدبخت یعنی چی؟ فقط شعارش میدی؟ بیگانه در ایران است. 20 سال پیش معینی کرمانشاهی اینو سرود، کی اومد هم صدا بشه باهاش؟ بیگانه در ایران است. اصلا برای بچه‌ام قرآن پخش نکنید، بچه‌ام از قرآن متنفر بود.
آقای حب من چند زدمش نگاه کرد گری که گمان مگه من عربم من ایرانیم چرا به میگه قرآن بکن گمان مدرسه هست دیگه چیکار کنم مدرسه هست دیگه باید بخونی تا اگه این دارو نخونی دارش آموز بیگانه در ایران است بیگانه در ایران با پیرو به زرتشتی از کوروش و آن پشتی برخیز به پای خود زین بیش ربونش کن بیگانه در ایران است بیگانه در ایران بیگانه در ایران است بیگانه در ایران فرمانده ما تازین رفتن تو کمندت را از تخت نگونش کن چون تاخت توفان شرر شد ای بغز گل انداخت فریاد شو ای روی برافروخته خود پرچم ره باش ای مشت برافروخته افراخت تر شو ای حافظ جان وطن ای حافظ جان وطن از خانه برون آی پدر مادر شما متهمید از خانه برون آی از خانه برون چیست که از خیش بدر شو از خیش بدر شو این خیشتن پلید تازی که در شماست پدر مادرها ازش بیرون بیایید گر شعله فرو ریزد بشتاب و میندیش که جون دختر و پسراتون در خطره بردار لچک از سر بشکن سجاد آتش بزن دین تازی رو بگو ازش بیزارم مثل فرزندت مثل فرزندانتون ور تیغ فرو بارد ای سینه سپر شو مثل بچه هاتون برید سپر بچه هاتون بشید خاک پدران است که دست دیگران است هن ای پسرم خان نگهدار پدر شو هرچند پدر مادرتون هنوز سر به سجاده و کعبه و کربلا دارند شما عزیزان من خانه نگهدار پدر شو و همزمان دستینا رو بگیرید بکشید تو خیابون بگو تو متهمی بیا با من تو خیابون دیوار مصیبت کده حوصله بشکن شرم آیدم از این همه صبر تو پدر مادر لچک به سر ظفر شو تا خود جگر رو به حکان را بدرانی چون شیر در این بیشه سراپا جگر شو مسپار وطن را به قضا و Oh,
تو واقعا برای خود نمیدونم در اصلا چجوری تشکر کنم. امیدوارم فقط در رابطه با مردم دلم بخواد کاری رو که انجام میدم. به یه صحبت هایی که با هم کردیم اشاره شاید پایگاه رو پایگاه کارهای داریوش رو به پاریس منتقل کنیم. چرا نه؟ چرا نه؟ والا ما که هر کدوم ایرونی ها در یک گوشه از دنیا هستیم با مسائل خودمون و این برام پاریس رو هم امتحان میکنیم و ببینیم. هرچند هیچ جایی سخت و مملکت خودمون نمیشه ولی خب پاریس هم امتحان میکنیم. حتما لازم میشه داشتار کنید، میتونید زنگ بزنید و در یک کلمه یک جمله دو جمله در بدارش پیام بدیم. پیام بدیم بدارش. الو جانم. آقا یه بار دیگه اگه یادتون باشه رفتیم یه جایی غذا بخوریم تو شانزلیزه با هم. بله. انوشیرم روحانی امان منطقی گلی خانم شما. ما تا رفتیم بالا از توی راهپله و آسانسور دیدیم صدای بلبل داره میاد، گل پایگانی داشت میکنه. یادتون هست؟ بله بله. به هر حال استاد با شما بودن نشستن همیشه لذت بخش هست و ما بسیار خرسندیم که این خاطرات زیبا و چیز شنیدنی را شما از قول من به خانوم، خواهر، برادرها، فرزند عزیزت که از حالا عشق میبرزه به هنرمندا ببوسونشون رو ماچشون کنین و دست بکشن و بگید که ما تا زنده هستیم شما رو دوست داریم. قربون عریاد پ... شعبانی رفته جزام خونه مشهد، ما بریم پشت نرده ها وایسیم دو چرخه بریم از پشت نرده ها ببینیش. خدا بزرگه، امیدوار باشید. حجبر یزدانی رو میشناسید؟ مرد بزرگ. من یه پسرده‌ای دارم که آلمان ساکنه و یه روزی به من گفت آقا شماره بگی زنگ بزن. گفتم که کجایی؟ گفت مکزیک. گفتم کی هست؟ گفت بله بزن. گفتم نه تانگی که نمیزن. گفت حجبر یزدانی با ما توی هواپیما بود، میرفتیم بار بار، بعد نشسته بودیم بغلم، گفت تو ایرانی؟ ما ایرانی. گفتم آره. گفت ما پسرده سیاوش عوستان. گفت آره خیلی ها به من میرسن. اونه با خودم پسرده ایشون نشونی. گفت چون آقا یزدانی میشتستی نیش که معرفی گفت آره آره اینچه هستم نشون. خیلی وقتی میگه رسیدیم آدیم پایین دو بسته چایی داشت به من داد، گفت چایی ها بده به سیاوش عوستان، به من زنگ بزنه تشکر کنه. من میفهمم که من یک ماه گذشت زنگ نزدم، چایرم نگرفتم دادم به خودش، گفتم چایرم ببر. شایخ بعد آخری بار زنگ زد به من گفت دفعه سوم چایرم، گفت با جنوهای زن بزنی آبرو ما رفت. من یه روزی زنگ زد دیدم آقا کجا پیاز دادی، روانش شد مردی که ایران رسا. خدا آقا خیلی مخلصیم. گفت بابا سیاوش ما منتظر نشستیم اینجا تلویزیون پارس تو رو ببینیم فلان اینا. من خیلی شرمنده شدم، گریم گرفت. گفت چی شد؟ گفتم آقای حجاب یزدانی من یادم میاد تو تپل محله مشهد که خونه ما بود شما یه بانک صادرات هم اونجا زده بودی، بعد بغل خونه ما بود و ما هر روز صبح میرفتیم بانک نگاه میکردیم تابلوش رو، گفتیم چقدر بالای تابلوش. بعد یه روز یارو گفت که اسمانگش گفت بالا زدن که کسی نزنه بشکنه چون سعی میزدن تابلو رو میشکستن. گفتم خوش شد گفتی، حالا ما اگه بزنیم بشکنیم جایزه داریم. خندید با من، خندید. یعنی بعد حجب یزدانی اینطور و و و و و و و مردم ایران، مهربان یاران، امید داشته باشید، به هر چی بخواید میرسید، باید جاتون باشید، میتونید نظم جهان رو عوض کنید.
این گلوبالیست ها این کاری که الان کردن از سال 2020 میخواستن 1980 بکنن با انقلاب ایران. کی به تاخیرش انداخت؟ مردم رشید و دلیر ایران، بچه که هستن جبهه جنگیدن با صدام حسین، با تازیان جهان جنگیدن، جهان علیه ما بودی، بچه هستن باش جنگیدن. اما هم بچه که هستن جنگیدن الان دارن بدبختی ستم بهشون مضاعف شده. اگر معلولن، اگر چه هستن، اگر شیمیایی هستن، چه هستن، بهشون نمیرسن و بهشون توهین میکنن. چه میکنن؟ از یاد بودیم یک گده. بله همه چیز ممکنه، تغییر امکان داره. باید از جامون پاشیم. بیتکوین میتکوین نخرین، خر نشین که فکر کنین یه شبه میتونین پول دار بشین. باید پول دار آوردن زحمت میخواد، شهرت پیدا کردن زحمت میخواد، نویسنده شدن زحمت میخواد. من از کودکی کار کردم، از 6-7 سالگی ما کار میکردیم تو نوغون تا پول محله میرفتیم تابستون، 3 ماه تابستون من با قبول میشدیم، بعد میرفتیم کار میکردیم. دوست هم داشتیم، هیچ عیبی نداره، به پولش هم احتیاج نداشتیم، ولی بابام اینجوری بار ساخت. بچه های درست که یهودی، زرتشتی، بهایی، ارمنی اینا ساخته میشن، اینا از بچه که بچه کار میکنه، با کار آشناست، درد و رنج و غم و اینا رو میفهمه. اینه که اینا تو دنیا رشد میکنن، شما حسودیتون میشه. بعد همه این سادات تازیه حاکم میخوان تقصیرها رو از سر خودشون بردار میگن، کار یهودی هست، یهودی ها خواهی بر سر اینا دارن، میگن خرتون میکنن. غربی ها رو به همینجور خر میکنن، غربی ها رو برای که چپاور کن، چون اینا ریشه شون همیش تشکیلات چون یکیه، میگن یهودی ها، یهودی ها ضد یهودیت که راه میندازن، شانای خودشون خالی میکنن، شاناشون خالیه دیگه، میگه من اسم یهودی ها. اینا دروغه، دروغه. اینها انسان‌هایی هستند که از کودکی بچه‌ها رو می‌برن تو کار، زندگی. یارو به خدا قسم توی فرانسه، اونایی که می‌دونن تاتی کیه، تاتی بزرگترین فروشگاه ارزان فروش فرانسه است. تاتی فابیان واکی، این بچه با ما تو رادیو اومد کار می‌کرد، رادیو فرانسوی مسئله 80. یه روز دیدیم نیومده، دو روز دیدیم نیومده، بعضی وقت تکنیک من انجام می‌داد، دیدم پسر نیومده، گفتم فابیان کو؟ خندیدن، هفته دیگه هم فابیان کو؟ گفتم بابا رئیس تاتیه رو. گفت چجوری رئیس تاتی شده؟ گفت تاتی مال باباش و عماش بود دیگه، مردن مال رفته اونجا بارست شده. آقا یارو میلیونر بود، میامد طفلی کار میکرد، کاری پس پایین، نمیگفتم من کی هستم، ولی آقازادار باید همه رو بندیزی تو لژن مردم. همین آقازاده ماشین پاشین زنیدشون. به خدا فابیان واکی فرانم هست، دور دارم بهش رفیق بوجه کامانواتی. آقا یک بار نگفت من این تاتی مال منه، من پول برم بابامونه، ننم اینه، عممونه، عموم اینه. تا مرد عموش این تنها وارث بود، رفت اونجا. ما فهمیدیم بقیه همه جورن کار میکنن، کار کردن عیب نداره که. وقتی فکر میکنی یک شبه بیت کوین میخوای پولدار میشی، فکر میکنی تو یک شبه میخوای نویسنده مشهور بشی، ما آقا ما میخوایم آقا هنرمند مشهور میخوای بشی، یه شبه میخوای هنرمند بشی، باید برید خاک بخورید مملکت همینجور تو بشینه دعا کنیم، باید پاشید بزنید این سیده تازی که میشینه به زن تو توهین میکنه، بعدم با اون شکمش میشینه رو صندلی رو بزنید. مجید امانی، مجید امانی قهرمان سال 2000 رفته، قهرمان المپیک میشه، مدال طلا میگیره. مدال طلاش دیروز رفته خونه آقای گلپا تقدیم به گلپا کرد. میگذرد عشق مردم به استاد گلپا فزونی دارد، کاهشی نداره. هرگاه با استاد گفتگو میکنم من حاوی یک پیام نو و جدید هست. استاد اکبر گلپایگانی از مهر مردم سرزمین آریایی و این حنجر طلایی. همین پریروز آقای مجید امانی قهرمان پرورش اندام، مدال طلایی سال 2017 خودش رو رفته خونه استاد گلپایگانی و با حضور ورزشکاران نازنین مثل وحید اکبرزاده و هنرمندان نازنینی چون جلیل اندلیبی و پیشکش کرده به استاد اکبر گلپایگانی مدال طلای خودشو. این قهرمان مجید جان سپاسگزار تیم برود با استاد گلپا. اینو همه میدونن
برای دشمن یه حشم بیمونه ما یاد شده یه قهرمان جهانی بیاد و همه ما افتخار کنیم که این مدال رو تقدیم کسی بکنیم که تو خونت بیبدیل بوده و در کنار ورزش از جوانی اگه هرچه دیده باشید هم در بدنسازی هم در فوتبال و در آخرش یه گل قشنگ و خوب جهانی بشه که همه امروز گرد وجودش جمع شیم و مدال رو تقدیمش کنیم و این مدال انشاءالله باشه در این روز قشنگ خود آقای گلپا فرمودن با تشریفی که شما میکنید انشاءالله حتم قاعده ورزشی که بدونیم هممون منتظر به هنر میشه و هنر ورزش که ورزش میشه. خواستم عرض ارادتی کرده باشم. خب سالها ما با صدای شما حالمون خوب شده مجانی، شما خودت هم خبر نداشتی و میلیون ها نفر که صبح تا شب ممکنه با صدای شما صفا کنن، همه ای ما به نوعی بله بدهکاری میشون، چون الان حال خوب چیزیه که پیدا نمیشه، قیمت نداره قیمت. در صورت من هم خودم کمترینم، هم این کار کمترین کار ممکن بود، فقط خواستم که همیشه آرزو داشتم که بتونم این تو رویاهای خودم بودم یک کاری شد از عمر ماها کم میشد، به عمر اسطوره‌ای این چنی اضافه میشد، نشدنی. اما خب این با ارزش‌ترین مدالی که من تو این 20 سال سابقه ورزشی بی‌ادبی در زیرای طالقانی. اجازه بدید من اینو به ضبطش کنم که این هفته پخش کنم. چطوری خوبی؟ خیلی مخلص، دلتنگ شما، دلمون تنگ شماست. خب خوبش ان شاء الله. همه خوب، بیاد شما حالتون رو میپرسم. من مخواستم بیام ایران. خب آقای خیامی بود، محسی بود، حایزه بود، نمیدونم اینا همه چون لندن بودن. بله درسته. من گفتم که چون کاری این چیز خریده سرسپانه یا بیلایی میخوام بریم اونجا. گفتم نه من میرم ایران. گفتم خب من میرم بگه من دوست دارم. خلاصه گفتن میگیرم میکشنه. گفتم انتقام من همون کشتن رو دوست دارم. به 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 من کشتن رو دوست دارم. به به بعد خواستم من هم مردم جدا کنم. درود بر شما. همین رزرو کردم سمت نوم شب در شب حرکت بکنه میریم ایران دیگه صبح میرسیم. ما اومدیم اونجا ولی من نرفتم بمونم اونجا، در صورتی که برای من اونجا خیلی مفید بود. من اینجا نمیتونستم بخونم، اونجا میخوندم، اونجا میتونستم پول درارم، اینجا نمیتونستم، ولی من مردم رو دوست داشتم، من به خاطر مردم هم اومده بودم. امروز دیدم تو یه شعری یه مطلب نمیشه بودن که گلپا این کار کرد، مسئله خوندن نبود موندگار تو، مسئله این شد که بگه من یک ایرانی هستم، دارم فارسی صحبت میکنم و میرم ایران، اگه خان کشتم بشم در ایران کشتم. بعد شعر رو شعر بیان یه شعر رو آقا چه تو ساعت گذاشته، الان تو ساعت میبینی بله. آقا فراد رحیم بله بله میگه شعر نه، من این شعر خوندم. بگو امروز اکبر حوادتو رو کرده بود گویه زن بزن حالشو رو بپرسم. آقای عویستم آن حباب خانه، آن حباب خانه بر دوشم. متوجه شدی؟ آن حباب خانه بر دوشم، بر دوشم که در دریای عشق نمیشتی؟ آره آره بله بله بگو که در دریای عشق، که در دریای آن حباب خانه بر دوشم، که در دریای عشق ساختم بر موج طوفان اون حباب خانه بر دوشم.
رفتن تو دوچک خوابیدن اینا که نمیترسیدم. عشقم ایرانه. همین که همین هر عشقی دارم من امتحان میکنم. من امتحان کردم که با مردم باید زندگی کنم. من اصلا یکی میگه بریم به هتل و فلانی بریم به اینجا، من میگم با من دوست دارم تو یک جایی که چهار پنج نفر اهل دل این بچه چی جواب میده. زنده باشی. مرسی خیلی ممنون. سلام منو به همه عزیزان برسن. بزرگی شما رو استاد گلپا، شاد شدیم صدای گرم شما رو میشنویم. خیلی ممنونم، متشکرم. امیدوارم همه سالم باشن، این کرونا هم شرشو بکنه. با مهر خدا. دست گلی جانو میبوسم استاد گلپا و با امید دیدارتون در پاریس. همه خدمتتون درود دارم. با آریام اینجاست میگه عمو گلپا مخلص. آریام اینجاست میگه عمو گلپا اومده، رهبر دلها اومده. این میخونه حتی برای بچه های فرانسوی. عمو گلپا اومده، رهبر دلها اومده. عمو گلپا اومده، رهبر دلها اومده. میبوسمتون. خدا حافظ گلی خانم. خدا حافظ. شاد گل پا اومده، رفل دل ها اومده. گل پا اومده، رفل دل ها اومده. گل پا اومده، رفل دل ها اومده. بر شما. 40 ساله میگیم، 43 ساله بازم باید بگیم جشن یلدای ما همین کریسمس. کریسمس همون جشن یلدا. کریسمس یعنی یلدا، یعنی زایش کریس، ولی زایش میتراس همون یلدا است. چند روزی هم که اختلاف است به خاطر سنجش سالها و ماهها بر اساس خورشید هست و ماه. با همین خاطر این درخت کاج سرو آریایی بوده. کریسمس رو جشن بگیرید. اینجا پاریس شانزلیزه است و مهربانی کنید. برید روی mehrtv.com و یا روی youtube.com/mehrtv اطلاعات زیادی به همه زبان‌ها دارید در رابطه با تاریخ و تمدن هزاران ساله خودتون. همین ریشه جشن‌های غرب، جشن‌های مسیحیت که همش ایرانی است. حضرت عیسی مسیح در ایران درس خونده، یادتون نره. برید بخونید نوشته. برنامه رو بایستی پخش کنید به جایی که چرتپرتای وزارت اطلاعات براتون میفرستن، چون میدونم همه تون سرکاری نانا صبح از خواب پامیشه میبینه چی درمده اتدالام نانام عزیزم صبحت بکن مامام نان برن میفرستی. آخرین خبر گزارش رسیده از ما آقا، بخانید این رو ول کنید. 50 نفر پیام آوران خرد رو در تقویم 7000 سال معرفی کردیم. این 50 نفر رو کاراشونو بگیرید پخش کنید، همین ویدیو رو کوپه کنید. کار ما هم هر چی می‌خواید می‌ذارید تو اینترنت. اوستا 7000، وقتی می‌ذارید اوستا 7000 توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، اینا بیاد را یوجونا اینا رو پخش کنید، مردم روشن کنید. تک تکتون می‌تونید این کارو بکنید که مادر بزرگا، پدر بزرگا، مادرها، پدرها، بچه‌ها، نوه‌ها گریستن. یکی از بچه‌ها میگفت که من روزانوی بابا می‌نشستم و این آریایی 7000 سال تمدن میترا و اینا رو یاد گرفته بودم، حالا میرم تو مدرسه میبینم هر چی میشه اونایی که تو میگی درسته، همینا مال ما بوده، همینا مال ما بوده. باربارا پراوی هم که
تو فرانسه باید اول میشد بهش ظلم کردم، دوم شد این دختر به این رهنه. یکی از این رفقای کارگردان ما چند وقت پیش برای من فیلمش فرستاده تو ایران، گفتم با مشالی رو تو ایران نمیشستن، حالا خوشحال شدیم که برنده شد. ببینید این بچه هایی که در جهان برای تو افتخار میآفرینن ایرانی هستن، اینا سادات نیستن، سید بیبی اینا همه ننگ برات میآفرینن. تازیان، سادات، زرتشتی، یهودی، ارمنی، بهایی، اینها تو خارج هم که هستن برای ایرانی افتخار میآفرینن. بیبیرید از سادات ابلها. بر ما نظر کن آرهیم زین گمراهی، دوست سالوه سال دستم بگیر و خوایم کن براهی، دوست سالوه سال یا لابه کن یا مدربه یا همراهی. در بازه تمدن هایی میم بر روح پرفتوه آرایی، یکی صاحب نسلی و بس به عصب اهورایی، یه بس دیگه کم کم درم کم یه جورایی. دوست سالوه سال بندر برم پویاند بر این دراهی، دوست سالوه سال بر ما نظر کن کارهیم زینگم راهی، دوست سالوه سال دستم بگیر و رهایم کن براهی، یا لابه کن یا مدربه یا همراهی. تو که خرد برزمی و سرشت از آین مهری، چرا کم لطفی با خود زنی و با ما بی مهری، میگی منتصب به جدت فرمان آزادی، میگم آزادگی را به کنجا تو مخجان سازی، اگه میخوای پل کنه و بره بالا هرچی که داشتی، ببین حالا کجای راهی ولش کن هرچی داشتی. و سوال استاو تو همچه ما راه به دادار یک تایی، و سوال استاو یالا بگو برات بخونم دایی، و سوال استاو سرلوحی یک تا پرستی پاکی، دوست سوال استاو یالا بگو اگه با ما نم پس با کی با کی یکی. نگو سلام بگو درود، نگو شعر بگو سرود، نگو شکر بگو سپاس، ولی مقصد همه خداست. حالا هبب هورا هبب اهورا، اگه تو من داریم پس به چسب بورا، علا اصرا یطرا زرا توسرا، من هوای جلو را دارم پس تو پسرا، خربار نشو ولی بالا بیار موش، و در ببند به روی سوزه یدا کش، ای باوی لاها فرد هر زدی یکی طلبت این به اون در و شوق نگو سلام بگو درود، نگو شعر بگو سرود، نگو شکر بگو سپاس، ولی مقصد همه خداست. حالا هبب هورا هبب اهورا، اگه تو منی داریم پس به چسب بورا، علی اصرا یطرا زرا توسرا، من هوای جلو را دارم پس تو پسرا، خربار نشو ولی بالا بیار موش، و در ببند به روی سوزه یدا کش، ای باوی لاها فرد هر زدی یکی طلبت این به اون در و شوقت. جهان در سیاهی فرو رفته بود، به بهبود گیتی امیدی نبود، و شایسته بودی شنشاه مرد، رسوم نیاکان فراموش کرد، بنا کرد مسجد به شلاق و زور، نچون ما برای خداوند نور. در آواز مردم به جایی رسید که کس را نبودی به فردا
امید، کوروش سرانجام بی جنگ و خون ریختن به بابل در آمد. سپاهی ز من چنین گفت کوروش، رها کردم این سرزمین، رها کردم این سرزمین را ز مرگ، همو می دادم همی ساز و برگ. به بابل چو وارد شدم بی نبرد، سپاه من آزار مردم نکرد. مرا غم فزون آمد از رنجشان، ز شادی ندیدم در آنها نشان. من کوروش، من این مرد داری برانداختم 2500 سال پیش، آبراهام لینکلن که میاد قرن سابق. من این مرد داری برانداختم، به کار ستم دیده پرداختم. کسی را نباشد به کس برتری، برابر بود مسگر و لشگری. پرستش به فرمانم آزاد شد، پرستش به فرمانم آزاد شد. معابد دیگر باره آباد شد، به دستور من صلح شد برقرار. که بیزار بودم من کوروش از کارزار، به گیتی هر آن کس نشیند به تخت، از او دارد این را از او دارد این را نه از بخت. میان دو دریا در این سرزمین، میان دو دریا در این سرزمین، خراجم دهد شاه و چادر نشین. ز نو ساختم شهر ویرانه را، سپس خانه دادم به آواره ها. چنین است مردان، امید امید کوروش در راه است، سواران در راه اند، آزادی در راه است. ما خون چه این مردم سان مهربان. آرزو دارم حالتون خوب و شاد باشه، هرچه هستید دوران را به شادی و تندرستی بگذرانید. امروز میدونید که یاد روز کوروش هست، یعنی برنامه ما پنجشنبه پخش میشه و جمعه. امروز اگه پنجشنبه است نشستین، بدونید که فردا جمعه است. اگر جمعه است یعنی ناهیچید، اگر هستید ناهیچید آدینه، امروز روز کوروشه. اونایی که رفتن پاسارگاد که درود بر اونها. خداوند اهورا ای، خداوند توانا اهورا مزدا، دانا و توانا با شماست. اونایی که رفتن پاسارگاد با هر زوری با هر فشاری، اونایی که نتونستن برن، برید به باغها و گلستانهای شهر خودتون. مثلا
حافظیه رو دارید، سعدیه رو دارید، تو مشهد فردوسی رو دارید، تو نیشابور عمر خیام رو دارید، کمال الملک رو دارید، پور سینا رو دارید در همدان، در همه جای ایران شما جایگاه هایی دارید که برید و بزنید با موسیقی بزم رزمانه بیاد کوروش برقرار کنید. شما ملت قهرمان، مطمئن هستم که این نابکاران را از اون سرزمین اهورایی بیرون میکنید. نمونهشون که شما دیدید اومد رئیسی تخت جمشید رو زد و شاهان ایران رو، شما چه جوابی دادید؟ زرقامی اومد اون زر رو زد، مرده که ابله الدنگ، چه میخوای میراث فرهنگی رو وزارت کنی؟ بیشور افتخار اون سرزمین، توریستی که میتونی بیارید اونجا از نفت بیشتر درآمد میده به ملت ایران، توریست داره تو آذربایجان و عرض کنم خدمتتون ارمنستان و اینجور جاها آوانتاژ میذاره برای توریست. آقا شما 15 روز اینجا ببینی ما یه واکسن بهت میزنیم. چه میکنی؟ الان درآمدی که بعض همین پاریس از تور ایفل داره، از برج ایفل، یا ترکیه از توریست پولی که در میاره، اوه وقت ایران با 7000 سال تمدن، هر گوشه ایران، هر شهر ایران، هر روستای ایران، هر دشت و دمن و صحرای ایران پولساز احمق، تو میراث فرهنگی هستی از چسبیدی به این اسلام تازیان 1400 سال که هیچی نداشتن، همون آتشگاه آریایی ایرانی خانه کیوان هم که شده براشون کعبه و پول میسازن، این مهم هم که مال ما بوده دیگه، این قچویتون نمیرسه. از برادرم جره سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟
تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدن‌های دیگر بنازند. اما چرا تاریخ قارت و چپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزنامه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان. هرمزچید ها پنجشنبه ها ساعت 15 و ناهیدچید ها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی پارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید. در آرشیو یوتیوب ببینید youtube.com/mehrtv